بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر الله متعال این توفیق رو به بنده عنایت فرمود تا در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی باشم. امیدوارم که در لحظاتی که در خدمت شما بینندگان عزیز هستم بتونم اون مطالبی رو که مفید هستند برای دنیا و آخرتمون خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان نمایم. در جلسه امروز در رابطه با وحدت، یک پارچگی، اجتماع، وحدت و اجتماع صحبت میکنیم. نکته ای که مورد تأکید قرآن کریم و مورد تأکید سنت مطهر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و مشکلی که امروز مسلمانان در دنیا ازش رنج میبرند، تفرقه و اختلاف و فرقه گرایی است. در حالی که اگر ما در زندگیمون به این مفهوم و به این معنی، یعنی معنی وحدت و معنی اجتماع عمل بکنیم، دچار این مشکلات نخواهیم شد. وحدت و اجتماع در لغت به معنی گرد آمدن گروهی یا چند نفر برای برآورده ساختن هدفی مشخص و معین هست. به عنوان مثال، 10 نفر جمع میشوند برای اینکه فلان کار رو با یکدیگر انجام بدن. میگویند این 10 نفر برای انجام فلان کار با یکدیگر وحدت کردند و با همدیگر اجتماع ورزیدند. وحدت و اجتماع در ابعاد مختلف احکام اسلامی مورد تأکید اسلام و دین مبین اسلام هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زندگی مکه در میان مسلمانان وحدت ایجاد کردند، یک دلی ایجاد کردند، یعنی یک مجموعه از مسلمانان به دنبال یک هدف و به عنوان و به دنبال متحقق ساختن توحید و یکتاپرستی در روی زمین بودند و اینها تونستند، گرچه تعدادشون اندک بود، اما از اونجایی که با یکدیگر وحدت داشتند، از اونجایی که با یکدیگر یک دلی داشتند، از اونجایی که برای رسیدن به این هدف یک اجتماع تشکیل داده بودند، تونستند به هدف برسند. نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه وقتی که به مدینه منوره تشریف بردند و در اونجا سالها میان 2 طایفه اوس و خزرج قتل و خونریزی در جریان بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میان مسلمانان وحدت و یکپارچگی ایجاد کردند و اون پیماننامه معروف اخوت و برادری رو بین یک مهاجر و یک انصاری و یکی از مردم مدینه امضا کردند و این وحدت کلمه بین مسلمانان بود که توانستند کارهای بزرگی رو انجام بدهند. پس وقتی که صحبت از وحدت در اصطلاح شرعی هم می شود، دقیقا همین نکته مد نظر هست که مسلمانان برای یک آرمان، برای یک عقیده، پیرامون همدیگر گرد بیایند و تلاش بکنند تا به اون آرمان و عقیده برسند. امروزه اگر مسلمانان در حالت ضعف به سر میبرند، در مشکلات زیادی به سر میبرند، گرچه علتهای مختلفی میتواند داشته باشد، دوری از قرآن کریم، دوری از سنت مطهر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و اسباب و عوامل مختلفی دارد، اما یک عامل اصلی و یک سبب اصلی در واقع عدم وحدت و عدم یک پارچگی است، در حالی که دستور قرآن کریم و سنت مطهر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم این است. قرآن کریم به ما دستور می‌دهد و می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همه تون به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید، گروه گروه، دسته دسته و فرقه فرقه نشوید. علامه قرطبی رحمه الله میگوید که ولا تفرقوا، فرقه فرقه و گروه گروه نشید، یعنی از هوا و هوس و خواهشات نفسانی خودتون اتباع و پیروی نکنید، یعنی
تفرقه که ایجاد می شود زمانی که انسان صراط مستقیم رو ترک بکنه، زمانی که انسان راه قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو ترک بکنه و به بیراهه و به پیروی از هوا و هوس، پیروی از خواهشات نفسانی، پیروی از بدعت ها و از این امور بپردازد. این است که علامه قرطبی میفرماید، چون آیه بعدی میفرماید واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، این آیه که میفرماید بیاد داشته باشید نعمت الهی رو اون هنگامی که با یکدیگر دشمن بودید و الله متعال شما رو با یکدیگر دوست کرد و دلها رو با یکدیگر تألیف قلب کرد و نزدیک کرد، اون موقع رو بیاد بیارید. اون موقع سبب اختلاف چی بود؟ قبل از اینکه اسلام وارد مدینه بشه، هوا و هوس، خواهشات نفسانی، جنگ‌های قبیله‌ای و قومی که اصولاً برخواسته از هوا و هوس و خواهشات نفسانی انسان هست. پس تفرقه این هست که دلها از یکدیگر فاصله داشته باشند. تفرقه در این هست که انسان از هوا و هوس خودش پیروی بکند. تفرقه از این هست که انسان از قرآن و سنت فاصله بگیرد و از بدعتها پیروی بکند. اما مسائل فرعی، مسائل فقهی، مسائل اجتهادی، در اینها تفرقه ای نیست. صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه بسا در یک یا چند مسئله فقهی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، ولی در این حال یکدیگر را دوست داشتند، با یکدیگر مراوده داشتند، رفت و آمد داشتند. اختلافی که باعث جدایی بشود به خاطر مسائل فقهی در میان صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود نداشت، به خاطر مسائل اجتهادی. بعدها در زمان تابعین و تبع تابعین، یعنی در زمان سلف این امت هم این گونه بود، یعنی اون اختلافاتی که در باب مسائل فقهی و اجتهادی وجود داشت باعث اختلاف میان مسلمانان نشد. البته در قرن سوم و چهارم به بعد، بعد از این که برخی از آدمهای نادان به تعصبات مذهبی و فرقه‌ای دامن زدن به خاطر مسائل فقهی، اختلاف اجتهادی هم اختلافاتی بین مسلمانان ایجاد شد. ولی اصل این هست که اختلاف در مسائل فقهی و اجتهادی در باب تفرقه نمی گنجد. سلف این امت، سه نسل نخستین این امت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونها رو بهترین نسل‌های این امت معرفی کردن و فرمودند خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بهترین انسان‌ها انسان‌های قرن من هستند، بعد کسانی که پشت سرشون می‌آیند و بعد کسانی که پشت سرشون می‌آیند، در این نسل‌ها به خاطر مسائل فقهی و فرعی و اجتهادی اختلاف و تفرقه‌ای وجود نداشت. اختلاف که بود، اختلاف نظر، اختلاف رأی بود، ولی تفرقه نبود. و اصل همین است که انسان مسلمان با وجود این که در مسائل فقهی با خودش اختلاف داشته باشد، اما تفرقه در میان امت ایجاد نکند. اما اون حدیثی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بهش اشاره کردند که فرمودند که یهود به 71 فرقه و نصارا به 72 فرقه و این امت به 73 فرقه تقسیم می شوند، و در روایتی اومده که فرمودند که کلهم فی النار الا واحده، همه این 72 فرقه در آتش هستند به جز یک گروه. و وقتی که صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از ایشون پرسیدند که اون یک گروه کدوم هستند، ای رسول خدا، فرمود ما انا علیه و اصحابی، اون گروه کسانی هستند که بر مسیر من و بر مسیر صحابه من حرکت کرده باشند. و اونها خب مشخص هست که مسیر اهل سنت و جماعت هست که خط اصیل اسلام و خط اصیل دین رو در این باب دارن پیروی و اتباع میکنند. خب میخواستم به این نکته بپردازم که این فرقه ها هدف فرقه های اعتقادی است، نه مذاهب فقهی. تفاوت در این دو موضوع در چی هست؟ که ما میگیم در اسلام وحدت هست، اما اونهایی که فرقه فرقه و گروه گروه شدن، اونها از اسلام فاصله گرفتن. تفاوت در این هست که
اختلافات فقهی و اجتهادی اختلافاتی هستند که در اصول نیستند، در توحید و نبوت و معاد نیستند، در اصول اعتقادی نیستند. خب اینها اختلافات اجتهادی هستند، فلان مسئله مستحب یا مستحب نیست، فلان مثلا در نماز دستها رو کجا ببندیم، روی سینه، پایینتر از سینه، پایینتر از ناف کجا بسته بشود. به خاطر این سری مسائل نه کسی کافر می شود و نه کسی از دایره اسلام خارج می شود. در نتیجه اینها رو نمیگن فرقه، اینها رو میگن مذهب، اینها رو میگن راه و روش های اجتهادی. اما اونجایی که اختلاف در توحید هست، اونجایی که اختلاف در نبوت هست، اونجایی که اختلاف در معاد هم می شود، اونجایی که در اختلاف در بدعت هایی می شود که چه بسا اون بدعت ها مکفره باشند، باعث خروج انسان از دین مبین اسلام بشن یا مفسقه بشن، باعث فسق انسان بشوند، اونجا دیگه فرقه هست، اونجا دیگه راه اسلام و راه اهل سنت و اون خط اصیل از دیگر خط ها جدا می شود. و اینجا من بیاد اون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند افتادم که فرمودند که صراط مستقیم یک راه راست هست، راه‌های کوچکی ازش منشعب می‌شود که سر هر راه یک شیطان ایستاده و انسان‌ها رو صدا می‌زند. هر کس وارد این راه‌های فرعی بشود گمراه شده از مسیر اسلام و اون شاهراه اسلام و اون جاده اتحاد اسلام منحرف شده. این است که ما در زندگی دستور داریم که از قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیروی بکنیم، بر شاهراه اسلام قدم برداریم و از ایجاد تفرقه در امت با پیروی از هوا و هوس، دوری از قرآن و سنت، ایجاد بدعت‌ها در دین که اینا همه باعث فرقه گرایی میشوند، از اینها پرهیز و دوری بکنیم. ولی متاسفانه امت اسلامی به این بیماری از همون عصرهای نخستین خودش تقریبا دچار شد و تا کنون از این تفرقه و عدم اجتماع دارد رنج میبرد. به امید روزی که امت اسلامی برگردد به کتاب و سنت، بدعتها رو ترک بکند، هوا و هوس و خواهشات نفسانی رو رها بکند، که در اون صورت پیروزی با ما خواهد بود. آیات زیادی در قرآن کریم در این زمینه تاکید دارند. من به برخی از آیاتی که در این زمینه وارد شدن میپردازم. قرآن کریم میفرماید که در سوره آل عمران آیه 102 تا 104 میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آوردید، از الله متعال آنگونه که شایسته هست بترسید و تقوا پیشه بکنید. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمام تلاشتون رو به کار ببرید که نمیرید مگر اینکه شما مسلمان هستید، متمسک به اسلام باشید، متمسک به قرآن باشید. بعدش الله متعال میفرماید: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. همگی به ریسمان الهی، یعنی به قرآن کریم، به دین اسلام چنگ بزنید و متفرق نشوید. و بعدش میفرماید: و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. بیاد بیارید نعمت الهی رو بر خودتون، اون زمانی که شما دشمن بودید، شما در مدینه، شما اوس و خزرج یکدیگر رو میکشتید، سالها بود که جنگهای قبیله‌ای شما رو تارمار ساخته بود. فالف بین قلوبکم، اسلام اومد، قرآن اومد، دین اومد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اومد و میان شما صلح و دوستی و آشتی برقرار کرد. فاصبحتم بنعمته اخوانا، به نعمت الهی با یکدیگر برادر شدید. اسلام اخوت می آورد، اسلام برادری می آورد. و کنتم علی شفا حفره من النار، و شما بر کناره آتش دوزخ و آتش جهنم بودید. فانقذکم منها، شما رو الله متعال نجات داد با قرآن، با اسلام، با وحدت، با یک پارچگی، با این مسائل شما رو نجات داد. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. اینگونه الله متعال آیاتش را بیان میکند تا اینکه شما راه هدایت رو در پیش بگیرید.
چگونه وحدت امت حفظ می شود؟ با امر به معروف، با نهی از منکر. وقتی یکی به دنبال هوا و هوس و خواهشات نفسانیش افتاد، دعوتش بکنیم، بگیم برگرد به قرآن، برگرد به سنت. وقتی کسی خواست بدعت در دین ایجاد بکند، برش گردونیم، بگیم دین، شما حق ندارید در دین چیزی کم و اضافه کنید، شما حق ندارید وحدت مسلمین رو به هم بزنید. این است که بعد از این آیه متصل خداوند متعال درباره امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکنه و میفرماید ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید در میان شما گروهی باشند که مردم را به سوی خیر دعوت بکنند، امر به معروف و نهی از منکر بکنند و اجازه ندهند که وحدت و اجتماع امت با پیروی از هوا و هوس و ایجاد بدعت ها به هم بریزد. اولئک هم المفلحون. قرآن کریم می فرماید اینها کسانی هستند که رستگار می شوند. و موفق می شوند. و قرآن اینو از ما می خواهد. و اونجایی که خواسته باشد شقاق و نفاق و اختلاف و جنگ و درگیری بین مسلمانان رخ بدهد، قرآن کریم می گوید که بین اونها صلح و آشتی برقرار بکنید. لا خیر فی کثیر من نجواهم. در بسیاری از این صحبت‌های درگوشی که مردم با یکدیگر می کنند، خیر و خوبی وجود ندارد. الا من امر به صدقه، مگر این که کسی که دستور به صدقه دادن بدهد، او معروف، یا مردم رو دستور به انجام کارهای شایسته و خوب بدهد، او اصلاح بین الناس، یا میان مردم اصلاح ایجاد کند، آشتی ایجاد کند، صلح و آشتی ایجاد بکند، وحدت ایجاد بکند. مسلمین کسانی که نمیگذارند بین مسلمانان اختلاف ایجاد بشود، اجر و پاداش بسیار بالایی نزد پروردگار دارند. دو نفری که به هر دلیلی قهر میکنند و از یکدیگر فاصله میگیرند، بعدش قرآن کریم میفرماید و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتیه اجرا عظیما. کسی که این کارها رو، امر به معروف، نهی از منکر، صدقه، اصلاح و آشتی میان مردم برقرار بکند، ما بهش اجر و پاداش بسیار بزرگی عنایت میکنیم. پس ما در راه وحدت، در راه اجتماع بین مسلمانان و در راه اصلاح بین ذات البین، صلح و آشتی میان مسلمانان حرکت بکنیم و وحدت که خیر و خوبی در این هست. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق عمل عنایت بکند. تا جلسه دیگر وقت دیگر، خدایا رو نگهدارتون.